روز جهانی پرستار هر سال در روز 12 ماه می به منظور قدردانی از پرستاران در اقصانقاط جهان گرامی داشته می شود. همکارم در گزارش خود به مناسبت این روز به بررسی اجمالی مشکلات پرستاران پرداخته که در ادامه با هم می بینیم. شغل پرستاری در جهان و به ویژه در ایران یکی از طاقت فرساترین مشاغل درمانی است که علارغم مدت زمان بالای کاری از مزایای فوق‌العاده‌ای برخوردار نمی باشد. موضوع شیفت‌های کاری و اضافه کاری اجباری نیروهای پرستاری در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی از مشکلاتی است که همواره با انتقاد شدید پرستاران همراه بوده است. کافی نبودن دستمزد پرستاران نیز عاملی شده است تا برخی از این افراد برای تأمین مخارج زندگی خود ناچار به پذیرش شیفت‌های اضافه باشند و همین موضوع فشار خستگی را بر ذهن و جسم پرستاران تحمیل کرده است. بررسی‌ها حکایت از کمبود حداقل 100 هزار نیروی پرستار در ایران دارد و این در حالی است که هر سال بر تعداد بیمارستان‌های جدید افزوده می‌شود که نیازمند کادر پرستاری هستند، اما از این استخدام و جذب نیروی جدید خبری نیست. مهاجرت کادر درمان از جمله پرستاران بر اساس هشدارهایی که از سوی دست‌اندرکاران این حرفه داده می‌شود در حال نزدیک شدن به وضعیت بحرانی است. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ضمن تایید این مسئله احساس بی‌عدالتی در پرداختها و سختی کار در بین پرستاران را عمده دلیل این رخداد بیان کرده و میگوید کشورهای مقصد مهاجرت برای پرستاران آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا هستند. وی در ادامه می‌افزاید مسئله مهم این است که اغلب این پرستارانی که مهاجرت می‌کنند و یا در حال تدارک برای مهاجرت هستند جزو نیروهای با سابقه و حرفه‌ای محسوب می‌شوند و جبران کمبود چنین نیرویی واقعاً به راحتی ممکن نیست. مسئله خودکشی هم به دلیل مشکلات روزافزون اقتصادی و حجم بالای کار به امری رایج در میان کادر درمان به ویژه پرستاران در ایران تبدیل شده است. منابع خبری در فروردین سال جاری از مرگ خودخواسته یک پرستار 32 ساله به نام ساسان احمدی در یکی از بیمارستان‌های کرمانشاه خبر دادند. مرداد سال گذشته نیز یک پرستار مرد در همین بیمارستان با خوردن قرص برنج خودکشی کرد و به فاصله 2 روز یک پرستار زن در بیمارستانی دیگر در کرمانشاه جان خود را گرفت. مهر ماه سال 1402 نیز خبری مبنی بر پیدا شدن پیکر یکی از پرستاران جوان بیمارستانی در تهران خبرساز شد که علت مرگ او نامشخص بود. همچنین تغییر شغل پرستاران در سالهای اخیر در کنار دیگر عوامل اعلام شده نشانگر آن است که شغل پرستاری در ایران روز به روز خواهان کمتری دارد و مشخص نیست با تداوم این روند مراکز درمانی ایران طی سالهای آینده برای تأمین حداقل نیروی پرستاری مورد نیاز چه وضعیتی خواهند داشت. بیشتر صحبت کنیم در این باره با دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکایی استان مازندران. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر غلامی، عمده مشکلاتی که پرستارها در ایران با آن مواجه هستند از نظر شما چه چیزهایی است و چه راهکارهایی برای برون رفت از آن از نظر شما وجود دارد؟ با یاد و نام خدا و عرض سلام و ارادت خدمت شما و عزیزان برنامه اخبار شیعه و بینندگان گرامی. همونطوری که میدونید دیروز 23 اردیبهشت 12 می روز جهانی پرستار بودش و از این جهت پرستاران خدوم کشور عزیزمون تبریک عرض میکنم. در ضمن روز پرستار در ایران سالروز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها حوالی آبان ماه جشن گرفته میشه. مشکلات در این گروه خدوم و زحمتکش برمیگرده به اینکه یکی از طاقت فرزاترین مشاغله که ستون فقرات سلامت کشور رو به عبارت تشکیل میده. چرای خسته و مصمم عزیزان پرستار در روز شب های کشی حقیقتا تحسین برانگیزه.
همیشه این عزیزان مثل پزشکا با آه و ناخون در محل کار مواجهن و این سختی کار رو خیلی بیشتر میکنه. دستمزدهای کم که تناسبی با هزینه های جاری در ایران رو نداره، مدت زمان بالای کاری که و اضافه کاری های اجباری به تبع اون کافی نبودن دستمزدها که باعث میشه این قشر عزیز به مشاغل دوم یا اضافه کاری های بسیار طاقت فرسا روی بیارن که روح و بدن این قشر رو متاسفانه فرسوده میکنه، که متاسفانه در پیرو این مشکلات معضلات ما شاهد پدیده نامیمون خودکشی هستیم و همچنین مهاجرت که حقیقتاً باید فکر بالش بشه و همچنین کمبود پرستار که خود باعث میشه که این عزیزان رو بیشتر در فرص فشار کاری قرار بده. یه استرس بالا و فشار عصبی زیاد افسردگی ها رو به همراه داره و همچنین قرار گرفتن در معرض بیماری های مصری اشعه های مضر درمانی تشخیصی آمد سنبین از موارد و مشکلات و مضلاتی هستش که در محیط کار باش مواجه هستند. از جایی که وقت زیغه من به راه حل‌ها در خصوص این مضلات میپردازم. راه حل‌ها رو در 4 تا ساعت پیش خدمتون ارائه بدم. سیاست های خارجی امور اسلامی خب این حالت تنش زایی بایستی به تنش زدایی تبدیل بشه، قطع ارتباط با دنیا، این تحریم ها خب متاسفانه فشار سنگین مالی رو به همه عادت ملت داره میاره. این قشر خدوم ما هم خب متاسفانه یا هم از این نظر در معرضن، باید فکری به حال این کرد. سیاست های دولت رو سیاست های داخلی از این نظر هم بایستی فکری کرد برای این مشکلات که اینکه اولویت رو بدیم به جذب پرسنل. ما همونطوری که میدونیم حدود 100 هزار پرسنل در این قشر کم داریم. واسه فکر بالش کرد افزایش حقوق رو، معافیت‌های مالیاتی، اینکه نهادهایی رو جهت پیگیری بیشتر این حقوقشون به هر حال باعث بیشتر تحت اتخاذ بشه و بیشتر سازوکارها رو پیگیر بشن. بعد اینکه سیاست های بهداشت هم خب بایستی به هر حال بهش پرداخته بشه بیشتر و برن به سمت اینکه گالدان های تخصصی رو برای اینکه ارتقا بدن سواد این قشر رو که بهتر بتونن به عهده کارها بر بیان، امکانات رفاهی تفریحی رو همچنین، و در نهایت اینکه خود پرستار بایستی صبر و حوصله‌اش رو به تبع کاری که بهش داره، که سر کار داره با مردم، با آلا، با آمال مردم، با آه و درد مردم، به هر حال باعث خودش بعد این نظر تقویت کنه، با روانشناس روانپزشک مشاوره داشته باشه، تجهیزات ایمنی رو بیشتر به کار بگیره و سوادش رو آپدیت کنه تا بهتر بتونه خدمات رو ارائه بده در خدمت. سپاسگزارم از توضیحاتتون. عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکایی استان مازندران.